حملات راکتی به تل‌آویو پس از تخریب برج غزه، درگیری ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی مستقر در غزه شدت گرفته است. گروه اسلامگرای حماس در اقدامی بی سابقه از شلیک 130 راکت به شهر تل‌آویو واقع در نواحی مرکزی اسرائیل خبر داده است. این حمله مدت کوتاهی پس از بمباران یک ساختمان 13 طبقه در غزه انجام شد که بنابر گزارش‌ها رهبری سیاسی حماس در آن فعال بوده است. طالبان درخواست آمریکا و سازمان ملل برای تمدید آتش‌بس با دولت افغانستان را رد کردند. در پی اعلام آتش‌بس 3 روزه از سوی گروه طالبان، ایالات متحده آمریکا، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دولت افغانستان در اعلامیه‌های جداگانه خواستار ادامه این آتش‌بس و قطع خشونت‌ها شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان به بی‌بی‌سی گفت این آتش‌بس فقط در 3 روز عید فطر رعایت می‌شود و هنوز گفتگوهای صلح به مرحله‌ای نرسیده که این گروه آتش‌بس دائمی را اعلام کند. بر اساس منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران در ماه آوریل هم افزایش یافت. خانه سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش خود درباره بازار نفت که امروز سه‌شنبه 11 می برابر با 21 اردیبهشت ماه منتشر کرده، از ادامه روند افزایش تولید نفت ایران خبر داده است. محمد رضا باطنی، زبانشناس مشهور ایرانی و استاد سابق دانشگاه تهران، در سن 87 سالگی درگذشت. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، مسائل زبانشناسی نوین، نگاهی تازه به دستور زبان، 4 گفتار درباره زبان، برخی از آثار او در زبانشناسی است. وی در ترجمه نیز فعال بود. با شکست یونایتد، منچستر سیتی به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید. با شکست 2-1 منچستر یونایتد مقابل لستر سیتی، تیم منچستر سیتی 3 هفته مانده به پایان رقابت‌ها برای 5 بار قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلیس شد. این 3 قهرمانی سیتی در 4 اخیر بود که با هدایت پپ گواردیولا به دست آمد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به غنی‌سازی 63% رسیده است. در گزارشی که روز سه‌شنبه برای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده، گفته شده که نوسانات تأسیسات نترز نشان از غنی‌سازی 63% اورانیوم دارد. ماه گذشته آژانس غنی‌سازی 60% را گزارش کرده بود. نگرانی از افزایش حملات موشکی به اسرائیل و تشدید تنش در شرق اورشلیم. بحران اخیر خاورمیانه در پی افزایش حملات موشکی حماس به خاک اسرائیل و گسترش حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه شدت یافته است. گفته می شود 2 در اثر حملات موشکی به شهر اشکلون کشته شده اند. تعداد قربانیان فلسطینی بیشتر است. توافق بر سر بازگشت به برجام با 2 متفاوت. مذاکرات کشورهای زیرفت در توافق هسته‌ای وارد هفته 6 شده است. اراده مشترک به بازگشت به توافق هسته‌ای وجود دارد، اما هر 2 کشور آمریکا و جمهوری اسلامی از توافق بر سر بازگشت بر برجام اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت جو بایدن بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید دارد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در تماس با همتای اسرائیلی خود میربن شبات بر حمایت کامل جو بایدن از حفظ امنیت اسرائیل و حق دفاع مشروع این کشور برای حفاظت از مردم و غیر نظامیان تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل حمله به مدرسه دخترانه در کابل را محکوم کرد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله انفجاری در مدرسه دخترانه در غرب کابل را به شدت محکوم کردند و این حمله مرگبار انفجاری را تروریستی و ناجوانمردانه خواندند. آغاز دومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، روز اول 57 نفر نام نویسی کردند. دومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از دقایقی پیش در ستاد انتخابات کشور واقع در وزارت کشور آغاز شد. مصرف برق 20% افزایش یافت. سهم 3% استخراج رمز ارز از اوج بار. سخنگوی صنعت برق کشور گفت در سال جاری اوج مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 20% همراه شد.